من بیت السلطانی هستم، ساکن آلمان و متولد شهر اصفهان هستم. تقریبا 4 ساله که در آلمان زندگی، بیش از 4 ساله که در آلمان زندگی میکنم. قبل از اون 20 سال رو در تشکیلات سازمان مجاهدین بودم و قبلش هم که 20 سالم که بود در ایران. دنبال یه اهداف بالاتری بودیم و دنیای یک فردای بهتری و فکر میکردیم که اون چیزی که تو ذهنمون بود و فکر میکردیم که شاید اینها بر حسب و بر اساس شعارهایی که دارن میدن، یعنی رو حساب شعارهای اونا فکر میکردیم که خب دموکراسی بیشتری رو برای مردم دارن یا یه فردهای بهتری رو، و به دنبال این آرمان ها بود که خب ما چیز حرف های اینا، یعنی شعار های اینها رو فریبش خوردیم و به تشکیلات اینا پیوستیم و برگشتی برای ما دیگه بعد از اون متصور نبود. اون چیزی که در مناسبات این سازمان من شاهدش بودم، استفاده ابزاری از زن توی تمام مراحلی بوده که حالا به هر حال خب 20 سال سال کمی نیست، و اون چیزی که همون اوایلم ما مثلا شاهدش بودیم، حالا خب هرچند که من ازدواجم با همسرم یه ازدواج کاملا معمولی و رو چیزای جامعه بود و ازدواج تشکیلاتی نبود، ولی از همون موقع ما مواجه بودم با خانم‌هایی که اینا اصلا هیچ رابطه عشقی و رابطه مثلا عاطفی بین خودش و همسرش برقرار نبوده، ولی به دستور سازمان مثلا اینا ازدواج تشکیلاتی. یعنی اولین باری بود که من مواجه بودم با یک ازدواج اجباری در سازمان. یعنی این چیزی که به هر حال خب خیلی سخته که آدم بخواد احساسات خودش رو و عواطف خودش رو بخواد دستور بگیره، یعنی دستور بگیره که به کسی عاطفه داشته باشه. خب این خیلی بسیار سخته برای به نظر من برای یک زن. من زهرا معینی هستم، متولد 1347، تهران. در سال 1365، آبان 65 ازدواج کردم. فروردین 66، یعنی پنجم فروردین 66، از تهران خارج شدم به عنوان محصل که تا الان در خارجم. عید 66 بود، گفتش که ما داریم میریم ماه عسل. من به خانوادم گفتم ببین داره میگه میخواد بره. بقیهش گفتش که نه، زهرا دروغ میگه، زهرا دروغ میگه، قصد من رفتن نیست، ما داریم میریم ماه عسل، ببین این بلیت جنوب منه، بعدش هم اگه خدا بخواد میریم مشهد برای زیارت. به شیراز که رسیدیم، توی شیراز گفت شاید ما برنگردیم. ما رسیدیم پاکستان بعد از فکر میکنم 2-3 هفته بعدش. راه خیلی طولانی بود تا ما رو رسوندن، خلاصه یه خود طول کشید. ما رو بردن توی پایگاه سازمان مجاهدین. یه دفعه یکی از مسئولین سازمان اومد گفتش که وقتی که باش همسرم صحبت کرد، همسرم اومد گفت تو میتونی برگردی ایران. من اصلا مونده بودم، واقعا برگردم ایران؟ برای چی من اومدم اینجا؟ تو شوهر منی، من با تو اومدم، حالا تنهایی باشم برم کجا؟ بگم چی شد؟ نه، من میمونم، حتی اگه تو جهنم بری من میمونم پیش تو. ما هرچی پول و طلا هم که داشته بودیم سازمان از همون گرفته بود این وسط. خلاصه ما پول و اینا رو دادیم، اومدیم که 2 روز بعد به ما گفتن که ما میریم عراق، منتها با یه پاس دیگه.
وقتی که وارد عراق شدیم، خب مواجه شدیم با شیکترین و بهترین هتل هایی که سازمان به عنوان پایگاه از اونها استفاده میکرد و اونجا هیچ خبری واقعا از جنگ نبود. یعنی ما احساس نمیکردیم که اصلا جنگه، چون بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود و سازمان اون موقع از این هتل ها، از یکیش به عنوان مدرسه، یکیش به عنوان محل نگهداری بچه ها، یکیش به عنوان محل مسکونیه که زن و شوهرها هم دیگر رو میدیدن. و اون موقع ازدواج های تشکیلاتی رو دور بود بیشتر، تا یه 4-5 سال این شکلی بود. یعنی همینطور هر کی رو که تشخیص میدادن از مثلا مسئولین، البته نه که رزمندگان صفر، یعنی افراد پایین، رده پایین، نه، از یک رده ای، یعنی از رده فرمانده دسته فقط سازمان اجازه میداد که ازدواج کنن با زنا. اونجا همه چی اجبار بود دیگه، اجبارهای تشکیلاتی، بایدها و نبایدهای تشکیلاتی، قوانین تشکیلاتی، مناسباتی که لحظه به لحظه تنگ و تنگتر میشد، محدود و محدودتر میشد. من نسرین برمی هستم، 31 سال سن دارم، ساکن کشور سوئیس هستم که حدود 8 ساله در کشور سوئیس زندگی میکنم. قبلش هم 10 سال از بهترین سالهای عمرم رو در عراق در سازمان مجاهدین خلق از دست دادم، سازمانی که ورود به اون بسیار آسون و خروج از اون بسیار مشکل بود. در مورد اشرف کمی دردناک واقعی از صحبت کردن، مثلا مثل اینکه شما تو زندان گوانتانامای چیزی اینطوری مثلا سالیان سال زندان بوده باشی، سختی‌ها رو کشته باشی، حالا راجبش صحبت بکنی. خب اون موقع اومد زن و مرد رو کامل از هم دیگه جدا کرد. ما زن ها رفتیم توی یه دونه مرکز، مرد دیگه اونا جدا بودن، مرد ما هیچ وقت مردی رو نمی‌دیدیم. من اینکه مثلا ما یه خیابون که بیشتر نداشتیم، یه خیابون سد بود، تو خیابون میرفتی شاید مثلا از دور یه مردی رو میدیدی، یا مثلا مراسمایی که مسعود رجوی، مثلا جلساتی که مسعود رجوی میذاشت یا مریم رجوی میذاشت، خب میتینگایی که میذاشتن بودن مردا بودن. اون تا چجوری بود؟ نه با هم دیگر نگاه میکردی، اونا یه سم میشستن ما یه سم، اگه نگاه میکردی میگفتن منظوری داری. برای همین وقتی راه میرفتی باید اینجوری مثلا که بالا رو نگاه میکردی و یا اینکه سرت رو میداختی پایین، یعنی به هیچ وقت نباید چشت تو چشیه برادری به قول خودشون میافتاد. یه دفعه گفتن که آقا دولت ایران قطعنامه 598 شورای امنیت رو پذیرفته، بلافاصله ماها باید آماده سازی کنیم. کلی نیرو برای ما اومد از خارج که چی؟ ما میخواییم بریم تهران، دیروز مهران، امروز تهران، اینم شعارشون شد. نه تنها زن آماده نبودن، حتی مرداشم آماده نبودن، به زور همه رو وارد عملیات فروغ جاویدان کردن. تو عملیات فروغ جاویدان که بودم، دست من قسمت بازوش ترکش میخوره به خاطر بدبستن، اینکه تو اون صحنه گفتن 10 دقیقه دیگه مثلا میری دکتر باز میکنه، خیلی دست و بد بسته بودن. دست من سیاه شد به خاطر که دیر رسیدن بهش. بعد از عمل دکتر اومد بالا سرم و گفتش که ببین، برای تو یه دونه نامه فرستاده بودن که این دست باید قطع بشه و امضای تو را ما باید میگرفتیم. من به تویی که یه زن جوانی دلم میسوزه که بخوام بگم دستتو قطع کنم. اگه یه مرد باشه اشکالی نداره، میگیم مرده، ولی تو یه زن جوانی، تو من نمیدونم چرا اینجوری فکر میکنن. تو باید بتونی فردا بچه دار میشی، بچه ها تو بغل کنی، عملا وقتی تو یه دستشوشی سخته برات و من نکردم.
من با مسئولیت خودم تونستم این عمل رو کردم، ولی سه روز، فقط سه روز شانس داره که این دست برگرده. این خیلی بزرگتر بود، اینو توی فرانکفورت که عمل کردن کوچیکش کردن، شاید اینقدر بزرگ پیوند پوست گرفته بودن. بعد اینجا هم که دستو اینجوری دوخته بودن به اینجا، دست من همیشه اینجوری بود. به زور که ماها رو وارد عملیات فروه جاویدان کردن، به زور ماها رو وارد طلاق کردن. یعنی مسعود همیشه میگفت شماهایی که تو پشت تنگه چهار زبر موندید، ای توی زن یا ای توی مرد، حواست کجا بود؟ توی تنگه گیر کردی، حواست پیش جنس مخالفت بوده. اگه توی زن هستی، فکرت پیش شوهرت بوده، یا اگر اون مرد فکرش پیش زنش بوده. برای همین نتونستید راه رو باز کنید برید تا تهران. حالا باید همه رو طلاق بدید، بچه‌تون رو طلاق بدید. من که خوب حالیمه. برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر، درست میگم مریم، از بچه‌ای که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم. پرده‌ها و پوسته‌ها، زنگارها رو بزداییم کنار بزنیم. این درس وصل است و یگانگی. یه پروسه بسیار سختی بود برای من و بسیار از نظر روحی و روانی واقعا برای من شکنجه آفرین بود. چون تو مثلا من با یک جمعی مواجه بودم که همه میگفتن طلاق و وای بچه و زندگی و زشته و من پلیده که یکی بچه دار بشه. اصلا گناه بود تو اون جمعی که ما بودیم، اصلا گناه بود یکی رابطه جنسی داشته باشه، مثلا با همسرش. حتی رابطه جنسی داشتن طلاقا شروع شده بود، یعنی لایه به لایه از بالا داشتن مرحله به مرحله مسئولین طلاق میدادن زناشونو به دستور مثلا به بحثی که مسعود رجوی آورده بود. و اولی نفرش هم خود مریم رجوی از مهدی ابریشم چی طلاق گرفته بود و با مسعود رجوی ازدواج کرده بود. بعد همینو برای بقیه زنا و برای بقیه مردم داشتن گسترش میدادن، یعنی لایه به لایه از اون بالا که مثلا رهبری بود همینطور داشت میومد تو بقیه اعضا. به نام خدا، به نام مسعود و مریم، من به عنوان یک مجاهد خلق، به عنوان یک فرزند ناچیز خلق، جز این که بگم با تک تک سلول هایم به مسعود و مریم تبریک میگم و سراپای وجودم شوق و خوشحالی ایدئولوژیکه، چیزی برای گفتن ندارم. بعد یه دفعه دیدم که مسئولم اومد و گفتش که خب این خواهر رو گذاشتیم که اگه مثلا مسئول تو هست و کار چیزی داره اینا. بعد من گفتم که خواهر چیز نمیاد اینجا، مثلا همسرم نمیاد بچه‌شو ببینه. گفت نه، همسرت وارد طلاق شده و نه اینجا نمیاد، اصلا هم دیگه پیگیری نکن. بعد من نشستم همینجور واقعا گریم گرفته بود و اینا. گفتم طلاق مثلا آخه طلاق چی؟ پس من چی میشم؟ پس این بچه چرا؟ پس چرا موافقت؟ نه چرا نداریم، ارتش چرا نداره. مگه میشه آدم به عشق فکر نکنه؟
وقتی که همین جلسات عملیات جاری بود و قسل هفتی یعنی که چیزایی که به ذهن شما زده بود راجع به عشق، راجع به عاطفه، راجع به شوهر، راجع به زن، راجع به گذشته، چیزای درس اینطوری رو که اسمش گذاشته بودن دوران و قسل هفتگی، اینا رو میومدی میگفتی. خب آدما وقتی که واقعا آدما بیان میکردن میفهمیدی که حقیقت اینه که آدما فکر میکنن. مگه میشه من خودم یه گل سر داشتم از دوست پسرم توی ایران، من این گل سر رو نگه داشتم و مثل جونم واقعا ازش حفاظت میکردم. مثلا شاید یه گل سر آدم میگه چه ارزش، ولی برای من اینقدر ارزش داشت، حتی تا وقتی که از اشرف فرار کردم تنها چیزی که اولین چیزی که همراهم بود گل سرم بود، یعنی اون گل سری بود که این به من داده بود. و وقتی به تیف اومدم به اولین نفری که زنگ زدم اون بود. این مریم که نوشتم مساویست مسئول اول، مساویست با شاخص پرداخت تمام عیار، یعنی 100/100 او را برای شما الگو قرار دادیم، مساویست با حلقه وصل شما بر اون چیزی که من میخوام. مریم رجوی اینجا دیگه با ما بحث اینو میکرد که در رابطه با شما، یعنی در رابطه با شما زنها، بحث وقتی طلاق از همسرتونه این طرف قضیه باید بحث ازدواج با مسعود باشه. و ما همیشه اینو به عنوان یه مثلا میگفتیم یک تست ایدئولوژیکه. یعنی واقعا من هیچگاه فکر نمیکردم که این یه روزی پیرهن عمل بپوشه، یعنی به طور واقعی یه روزی مسعود بخواد مثلا من خودم رو با مسعود توی اتاق خواب ببینم، یا مثلا بخواد بحث همبستری مطرح باشه. یعنی من واقعا فکر می‌کردم خب یه بحث ایدئولوژیک، حتی در رابطه با خود مریم رجوی هم من فکر نمی‌کردم که مسعود رجوی دست به چنین کاری زده باشه، یعنی به طور واقعی با این زناشویی کرده باشه. یعنی اصلا فکر چنین چیزی رو هم نمی‌کرد. اینجا من بکشم تو این دستگاه، ببینید این دستگاهی که رو فرد بساس بذارم بنویسم، سقفش حالا خواهم گفت جنسیته، حالا که بعد توضیح خواهم داد، بلا فاصله فردیت. یعنی این دستگاه یک سنگ قبری داره درو، یه طرفش جنسیته یه طرفش فردیت. اوج فردیت یعنی سقف فردیت فرد اینجاست، زیر این دیگه تمام مشکلات و معضلات فردی به ترتیب ردیف میشه. مریم رجوی برای ما خیلی نشست میذاشت، نشست های خیلی خیلی طولانی و خیلی چیز برای زنها به طور خاص جلسه زیاد میذاشت و میگفت که ما همه ما زنا یک دونه شوهر داریم، اونم مسعود رجویه. و حتی اینجوری میگفت که شما خوشگلترین و بهترین مرد دنیا رو دارین، پس چتونه؟ اینجا بالاترین ارزش ذوب در رهبری، یعنی وصل تمام عیار که محصولش رهایی از تمامی قید و بندهای فردی. میگو به لحاظ عاطفی چون زن مشکل عاطفی بیشتر داره، شما اینجوری تصور کنی و اینجوری بدونی و مطمئن باشی که این شوهر شماست. ولی خب هیچ وقت قلبا تو من اتفاق نمیفتاد که اینو قبول بکنم به هیچ عنوان، و فقط برام یه حرف بود که این میزنه و تمومش میره. یه روز یه جلسه برگزار شد که همون جلسه عقد بود که در از مسعود رجوی خطبه عقد رو میخوند و زنها یکی یکی بلند میشدن و بله میگفتن. اولا که خب به ما قبل از اون گفته بودن، خیلی تأکید شده بود سر اینکه حتما تمیز باشید، حموم رفته باشید، مرتب باشین فلان. اون تأکیدی که رو این میشد که مثلا تمیز باشید حتما، و یعنی بدنتون تمیز باشه و اینا، مثلا من یه لحظه گفتم خب مثلا چرا انقدر مسئولم تاکید میکنه رو این که بدن تمیز باشه، مو نداشته باشه، مثلا مگه قرار لخت بشیم جلو کسی؟ مثلا واقعا اینو در یه لحظه با خودم گفتم مگه ما قرار لخت بشیم جلو کسی؟ چرا اینا مثلا اینجوری هی دارن میگن؟ که بعد حتی گفت که حتی غسل کنید، تمیز باشید، تمیز و مرتب برید، بهترین تمیزترین لباستون رو بپوشید، لباس نو بپوشید، جورابای تمیز بپوشید.
بعد که اومدیم دوباره قبل از اینکه نشستم شروع شه دوباره یه بار دیگه از ما پرسیدن که بچه‌ها هر کی که اگه تمیز نیست یا حموم نرفته یا نیاز داره به نظافت بیاین برین تمیز و مرتب و پاک و پاکیزه و طیب و طاهر اینجوری از این استفاده. توی قرارگاه اون موقع بدی زادگان بودیم که یه بار به ما گفتن که جلسه حوض مخصوص شورای رهبریه که باید اون موقع دیگه ما شورای رهبری هم شده بودیم. بعد وقتی ما اومدیم نشستیم منتظر که خلاصه هی آهنگ پخش شد و ما هی آهنگ گوش دادیم و یه دفعه مسعود و مریم وارد سالن شدن. وارد سالن شدن و مسعود با لباس راحتی تیشرت پوشیده بود و لباس کاملا خونه، یعنی لباس راحتی پوشیده بود و مریم هم لباس صورتی پوشیده بود و لباس راحتی، اونم لباس نرم ابریشمی و موهای شونه کرده مرتب و وارد سالن شدن. مریم رفت بالا سر مسعود وایساد، یعنی نرفت کنارش بشین، و مسعود دیدم با یه حالت چیزی گفت که یه نگاهی به ما کرد و گفت که مریم اینا رو برای چی آوردی دوباره اینجا؟ و من اون لحظه فکر کردم که خب پس این جریان ادامه داشته که داره اینو میگه، و مریم هم گفت که اینا اومدن که با شما یگانه بشن، اینا زنهای شما هستن و مگه عقد، اینا عقد شما هستن و اومدن که با شما یگانه بشن و این صندلی هم الان برای تک تک اونا خالیه، که یعنی مثلا من خودم البته سوال کردم گفتم که خواهر مریم چرا نمیشینید اونجا، بعد گفتش که بگش گفت که این برای تک تک شما زنای مسعوده، که بعد من همینطور تعجب کردم که مثلا جریان چیه یا اینا. بعد وقتی اینو گفت من یه دفعه دیدم که خانوما رو سریاشون افتاده، بعضی اصلا رو سری سرشون نیست و اینا. بعد من گفتم ای وای جلو بعد مسعود چرا اینا رو سریاشون رو برداشته؟ بعدشم بگیشون گفتم ببین رو سری رفته، گفت وای بره محرم تر از مسعود کیو دارم، الهی قربونش برم، دیگه از مسعود محرم تر کسی نیست. من قشنگ این صحنه همه تو ذهنم. یکی از این خانوما رفت پشت بلنگو که خانوما هر جوری که راحتید بشینید رو سریاتون رو وردارید، برای رهبری میرخصید. من اگرشم میگم برای رهبری میرخصید، من تا دیروز دعوام میکردید که چرا موم بیرونه، الان میگید رو سریم رو بردارم برم اون لباس ها رو بپوشم؟ که همون خانم بتول رجایی برگشت اومد به من گفتش که مگه تو طلاق ندادی؟ تو دستت رو از طریق مریم به مسعود دادی، حالا مریم رو بذار کنار، خودت مستقیم دستتو بده به مسعود. حالا باید تو بهترین رقص تو براش بکنی. مثلا خب یه جوری ما رو آزادمون میذاشتن و یه جوری مثلا تشویقمون میکردن که آهنگ که میذارن ما مثلا برقصیم، یا مثلا راحت باشیم برادر، مثلا مسئولی میومدن راحت باشیم برادر دیگه، مگه نمیگیم برادر، مگه نمیگیم فلان، بیا این عشق و عاطفه این نمیدونم فلان، بیا این بریزین، حتی مثلا میبوسیدی خودشون میومد، یعنی یه جوری چیز میکردن که مثلا ببوسی رجوی رو. خیلی خب ما اول با همون اونیفورمایی که داشتیم رقصیدیم، دو روز بعد، یعنی روز موعودی که قرار بود ما برخصیش که نمیدونست، برای ما پارچه های از ابریشم آوردن، حالا این پارچه به این صورت باید ببینید چجوری میاد، ببینید رنگ میتونه اون صورت رو باز کنه. خب من خودم هم یکی از کاندیداهای رقص بودم. من یه دفعه دیدم که مثلا اعضای ارشد شورای رهبری شروع کردن به درآوردن لباساشون،
حدود 25 نفر از اعضای ارشد شورای رهبری بودن که اینا با شروع با درآوردن لباس، اینا که شروع کردن لباساشون درآوردن و لخت شدن، بقیه کسایی هم که همرده من بودن یا همسطح من بودن هم دیدم اینا هم شروع کردن به لباس درآوردن و مریم رجبی و بقیه همه دارن تشویق میکنن که این حوض شماست، شیرجه باید بزنید، بیاین لخت بشین جلوی رهبری. و همینطور جلسه ادامه پیدا کرد و به مدت تقریبا 3-4 ساعت همینطور برنامه رقص بود و همینطور میرقصیدن. و مسعودم دیگه اون صحنه اول که مثلا میگفتش که اینا رو چرا آوردی اینجا و فلان و اینا، شروع کرد همینجوری راحت نشست و همه رو نگاه میکرد. مثلا من یادمه مسعود راجبی تو چشم من خیره شده بود. خب من مثلا نمیتونستم چیکار کنم اون لحظه، ناخودآگاه چشامو برداشتم جای دیگر رو نگاه کردم. در صورتی که مثلا به ما یاد میدارن که برادر وقتی نگاهتون میکنه شما یه چیزی بهش بگین که مثلا دوستت دارم، یه قربونت برم، مثلا این توی قربون سرقش برین. برادر تو چشم هر کسی نگاه نمیکنه. راجبی انتخاب هم میکرد و با یه سری که قشنگ بودن، این چیزی بود که واقعا دیده میشد، این چیزی بود که آدم میدید، پنهان نبود، بگیم چیز پنهان، با همه یه دست نبود. یه سری رو واقعا انتخاب میکرد، باشون گپ میزد و خیلی مثلا چیز میکرد و پیش بقیه باشون رابطه های چیز حرف زدن که پیشش برن و اینجوری. این جریان رقص رهایی را میامد مسعود رجبی مثلا میذاشت یا حالا تو هماهنگی با مریم رجبی که میگفت این شکلی از شما مسئله حل میکنه، که وقتی که شما میبینید که مسعود و یه زن دیگه دارن به هم عشق میورزن، صحنه های عشق ورزی اون دوتا را با هم میبینین، این برای شما این مسئله رو از ذهن شما حل میکنه که حسادت رقابت رو توی شما از بین میبره، باعث میشه که حسادت برای مثلا بقیه زنها نکنی. رجبی میمد چیز میز یه سری لباس زیرا و یه سری حوله ها، اینا رو ما هدیه میداد. من رجبی همیشه کنار شما میستاد و ما رد میشدیم و مثلا وقتی به رجبی میرسیدی باید خیلی دیگه اونجا نقطه بود که تو باید مثلا نشون میدادی که چقدر عاطفه داری به رهبریت، به چه میدونم، به همین شوهری که مریم رجبی به ما میگه. و اون فوت میکرد تو صورت ما، مثلا فوت میکرد و میسه ادا اطفال رو در میآورد و مثلا خیلی خیره میشد تو چش آدم و این کارا میکرد. و خیلی اوقات مثلا خودش چیزه رو میداد، مثلا اون حالا یا لباسی یا مثلا بعضا شونه بود، حوله بود، اینا خودش میداد. بعضا مریم رجبی میمالید به صورتش، بعدا میداد دستش، اون میداد به ما. با اینکه خودشو به زنان نزدیک بکنه میومد تو قرارگاه آسایشگاهامون میومد. بعد مثلا میگفت که ما 3 چیز بودیم دیگه، 3 مرکزمون کرده بودن زنا، 3 جای جدا بودیم. من میگفت که من میرم برای اینکه مثلا خب تحریک کنه آدما رو، زنا رو، من میرم مرکز 14 امشب اونجا میخوابم. بعد هم مثلا یه جوری مسئولین هم بچه رو تحریک میکنن که آره بگین بیا آسایشگاه ما، بیا پیش ما، نه برادر پیش ما بیا بخواب، نه تو رو خدا اونجا نرو فلان. یه حالت هم لوس بازی و هم چیزای اینطوری که خب اگه مثلا اون لحظه یه شخصی که خارج از ما مثلا نگاه میکرد، خب حال به همزن بود صحنه، ولی خب ماها رو دیگه چی میگه، یه آدم توشه، بعد فضا رو داغش کردن، یه حالت چیزیه که دیگه خودت هم متوجه نمیشی. همیشه شعارش این بود که زنها تحت استثمار قرار دارن، ولی بیشترین استثمار ما توی خود همین سازمان انجام شد.
شما زنید؟ آره. مساوی با مردید؟ بله. مردا دارن مثلا تانک تمیز میکنن، چرا زنا نکنن؟ نمیدونم. یعنی ببینید، بهره کشی جنسی از ما کردن، هر یعنی بدترین ها رو میتونم بگم که شاید از ما زنا کردن. بعدم در پوشش این که ما به زنا استقلال دادیم، ما برای زنان برابری و مساوات میخوایم، ما برای زنان نمیدونم هرچی که در تاریخ نداشته رو میخوایم. بله، ما معتقدیم که زن و مرد با هم برابرن و ما حتی معتقدیم که زن استثمار شده پتانسیل رشد بیشتری از مرد استثمار شده داره و میتونه به صلاحیت‌های معادل اون برسه، اما نه خود به خودی. وقتی رفتم اون محوطه‌ای که در از اتاق خواب مسعود بود، یک محل، یک ساختمونی بود که تو همون اولین باری که من رفتم، همون بازم تو همون بدیزادگان بود بار اول، که تو همون محدوده رهبری بود و یه اتاق خواب که اتاق خواب مسعود بود، تخت دو نفره و دیگه همه چی آماده بود برای اینکه، ولی خب مسعود خودش اون موقع نبود. من تقریبا از ساعت 8 شب که رفتم اونجا تا 12 شب اینجورا بود که دیگه مسعود اومد و اون اولین شبی بود که ما با هم بودیم تا صبح. و من خودم اون شب برام در اصل یک صحنه دیگه ای رو من از مثلا مناسبات استثماری و خلاصه اون صحنه ای که واقعا من خودم فکر نمی کردم که مسعود رجوی دست به این کار بزنه. دفعات قبل تا قبل از سرنگونی صدام توی پارسیان انجام می شد این چیز، یعنی ما حتی با مسعود می رفتیم استخر، نمی دونم، همه کار می کردیم. بعد از سرنگونی صدام، اولا که قرارگاه پارسیان جمع شد، یعنی من اصلا به فکر نمی کردم که همچی چیزی بخواد ادامه داشته باشه. بازم اصلا خیلی تعجب کردم، گفتم مثلا این همه آدم چمم کشته شدن، لتو پار شدن و وضعیت جنگ و فلان و اینا، این همه بچه ها اینجوری، یعنی اصلا دیگه واقعا بدم اومده بود ازش. یکی این بود، یکی هم این که من فهمیدم تو اون پروسه مثلا این همیشه میگفتش که من فکر میکردم فقط مثلا با من این رابطه رو داره یا مثلا اینجوریه، من فکر نمیکردم با مثلا کسای دیگه هم همه هم همین شکلی با همین صورت با همین چیز با اونام همین جور این همین گفته باشه. و تو این جریان سنگرا و بالاخره تو جریان سرنگونی صدام که صدام سرنگون شده بود، من از طریق یکی دو تا از این خانوما فهمیدم که یه همچین جریانی رو این با بقیه هم داره و داشته. بابا خب من اون مواقعی که مثلا مریم رجوی صدا میکرد میگفت که مثلا امشب مسعود رو میبینی، این نبود که نه حالا من یه آدم شیفتی دلباختهی بودم که میخواستم مسعود رو ببینم و یا حالا مثلا نمیدونم چه میدونم درد بی شوهری و اینا، به هر حال اینا، نه اینا هیچ کدوم نبود. فقط به خاطر این بود که آقا من یارای ایستادن در برابر تشکیلاتو نداشتم وقتی تو تشکیلات بودم، گفتم خب با اینا درگیرشم نابودم میکنه، با اینا که نمیشه درگیر شد. مثلا میگفتم خب اگه من الان به این بگم نه، بعدش چی میشه؟ بعدش اینا منو ول میکنن؟ نه. بعد یه موضوعی هم هست که نمیتونن تو جمع مطرح کنن، تو جمع شورای رهبری. خب بعد یه دفعه یادم میومد که مثلا اون یکی شورای رهبری که مثلا یه دفعه الان نیستش، خبری ازش نیست و غیب شده، نکنه کشته باشنش، نکنه مثلا چیز شده باشه، آی بینی چه بلایی سرش اومد. حالا بعدها البته این برام 100% اثبات شد که میکشتن، از بین میبردن کسی که مخالفت میکرد تو سطح شورای رهبری. بعد مثلا من با خودم گفتم که خب
لااقل بذارم این کارش رو بکنه تا بعد شاید بتونم توی یه مرحله دیگه لااقل جسممو نجات بدم. یکی بود نغمه حکمی، یه دفعه اصلا نه مریض بود نه هیچی، ما یهو دیدیم همین تو این داستانای همین ذوب در رهبر عقیدتی ما دیدیم این مرد همون سالا. بعد یه خانم دیگه بود صدیقه بود، ما یهو دیدیم این مرد، گفتیم این که صحیح و سالم بود چطوری یهو مرد؟ مثلا زهرا فیاض مرد به همین سادگی، زهرا نوری مرد. خب ببین یه فضایی بالاخره من اون لحظه گفتم خب ببین یا بعدم بطل سلطانی هم مرد، حالا مرد که منظورم اینه که شهید دیگه، حالا بالاخره یعنی حتی سوء استفاده از جسد. خب برای خودش مقام خدایی قائله، یعنی من دیگه اوج اون شخصیت رجوی رو جایی میدیدم که وقتی که من با تعجب نگاه میکردم به این کارایی که این داره میکنه و با تعجب به این که پس چطور این ازدواج و ارضای جنسی برای همه حرومه، برای همه مردا، یعنی همه باید این یعنی این برای اونو حروم شده، پس چطور برای خودش؟ یعنی واقعا لحظاتی که من داشتم نگاه میکردم بهش، این متوجه این چیز من شد و گفت که تو گلوله چشمات جنسیه، یعنی گلوله چشمای تو جنسیه. همیشه وقتی میگم مناسبات پاک مجاهدین، واقعا من حالم به هم میخوره، چون ما حقیقت رو دیدیم، چون میدیم چقدر دروغه. مناسبات پاکی وجود نداره تو مجاهدین، از هر سنخی که شما بگین، از هر مدلش بگین، کثیف‌تر از مناسبات تو مجاهدینش مناسباتی من ندیدم. جاهای بسته همیشه کثیف‌ترین مناسبات رو دارن، هرچی بسته تر کثیف‌تر. من در ناامیدی تمام دست خودکشی کردم. خب خیلی من درخواست میدادم که از سازمان برم بیرون، از فرقه برم بیرون، ولی اجازه نمیدادن. یعنی به هر روشی که امکانش بود من تلاشمو کردم ولی نمیشد. برای همین دست به خودکشی زدم و دلم میخواست که دیگه راحت شم، چون دیگه کشش نداشتم به هیچ عنوان. خب لحظه سختی بود و خیلی چیز داشتم، چی میگن، تمام دست و پا میلرزید داشتم این کارو میکردم، ولی خب چاقو رو که برداشتم هنوز صدای چاقویی که رو دست خودم گذاشتم هنوز تو مخم هست و چاقو گذاشتم دستم و فقط بریدم و چاقو ول کردم، ولی تمام پیشبند بسته بودم، تمام پیشبندم پر خون بود و از شدت هم چون ترسیده بودم و خب بالاخره هم ازم خون رفته بود، من ضعف کردم و افتادم که از در دیگه، البته من در رو بسته بودم و واقعا یعنی ناامید کامل از زندگی بودم و من میگم در رو حتی بستم ولی نمیدونستم که از سمت خیابونش دوباره در داره و اون درواز بود که یکی از خواهرها به قول خودشون به نام شمسی اومد تو و صحنه رو که دید دیگه جیغ زد و داد بیداد کرد و دیگه بقیه اومدن با ماشین سریع ما رفتیم و منتقل کردن بیمارستان. من بعد از خودکشیم که وقتی که خب زنده موندم انگار یه امید دیگه ای بهم داده شد، یه انرژی دیگه ای گرفتم و فکر نمی کنم بیشتر از، یعنی بین خودکشیم و فرارم فکر کنم 20 روز نشد و من بلافاصله فرار کردم. حقیقتاً فکر فرار برای من روزی شکل گرفت، یعنی روزی تو ذهن من شکل گرفت، همون 79، یعنی همون روزی که من این صحنه رو از مسعود دیدم که فکر میکردم که مثلا حتی اگه به قول خودش، یعنی حتی اگه این تحمیل مریم رجوی هم هست این داستان، مسعود این کارو نمیکنه.
ولی اون شب، یعنی اولین شبی که من رفتم اتاق خواب مسعود و بعد مسعود اومد و اونجا دیگه اصلا دیدم نه بحث تشکیلات نه چیز دیگه یه، و بعدش هم صرف و مطلق فقط یک بحث زناشوییه. خب اونجا شاید تصمیم به فرار از همونجا تو من قدی شد. آبان 85 بود، من آذر 85 یعنی ماه بعدش گفتم مریضم و سردرد و خوابیدم تو یه مدت یه چند روزی خوابیدم تو آسایشگاه و نمیرفتم سر کار و میگفتم حالت تعب و سردرد و فلان اینا دارم، و بعدم که دیگه طرح فرارم رو اجرا کردم و از اونجا فرار کردم، گفتم هرچی بود بود یا بالاخره تو مسیر فرار اینا میتونن منو میگیرن برمیگردونن کشته میشم یا به هر حال سالم فرار میکنم، چون دیگه دیدم جای موندن دیگه نیست. همین الان این بهای سکوت جدا شده های خودش رو، بهای سکوت نفرات خودش رو داره با پول میپردازه. یعنی الان این، خب ببینید چقدر برای این، پس این موضوع مهمه، یعنی موضوع شخصیت خودش، موضوع حفظ شخصیت خودش مهمه که حاضر بالاترین هزینه ها رو بکنه به بهای خرید سکوت اعضای جدا شده خودش، که خب من خیلی از نمونه هاش رو همین سالیان شاهد بودم و میدونم. راستی چی شد که اونا هر چی میگفتن ما قبول میکردیم؟ جریان طلاق ها، جدایی از بچه هامون، عملیات فروخی، عملیات آموزش ندیده. بله، من خدا فکر میکنم یکی اصلی ترین چیزش این بود که ببین ما مثلا با جای آخه اصلا ارتباط نداشتیم، نمیدونستیم مثلا نه با خانواده نه با دوستامون، نه اصلا میتونستیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. یاد گرفته بودیم که هر چی که سازمان میگه همونو اصلا حرف نه روش نیاریم، یعنی هر چی گفت بگیم همون. ولی حالا وای به حال اون بنده خداهایی که الان تو همون دارم همون فکر رو میکنم، به خاطر اینکه زمانی که من به هاجر کبرا طهماسبی گفتم که میخوام برم زندگی بیرون رو تجربه کنم، گفتش که میدونی مثلا چی در انتظارته؟ گفتم من اینکه چی در انتظارمه بهش فکر نمی کنم، میخوام برم ببینم که مقوله جنسی که شما دارید میگی چقدر واقعیت داره، مقوله در رابطه با هر چی که شما میخواییم میگید من میخوام برم ببینم واقعا اگه یه زن که خودم هم جزو یه زن هستم، اگه برم بیرون واقعا من با میرم دنبال یه زندگی ساده، یا اینکه شما میگید من به راه‌های بد کشیده میشم. میدونی وقتی که اومدم دیدم که نه، اینجا بستگی به خود شخص داره که چجوری بخواد زندگی کنه. آن چطوری؟ خوبی؟ مرسی. دو تا بچه دارم، یه دختر یه پسر، راضیم، تلاش میکنم برای بچه هم بهترین ها رو داشته باشم، براشون بهترین ها رو میذارم، نه به خاطر اینکه چون بچه های منن، به خاطر اینکه راه درست بودن رو یاد بگیرم. به بچه هم یاد میدم که هیچ وقت زیر بار زور نرن. به بچه هام یاد میدم که خودشون باشن قبل از اینکه بخوان برای دیگری باشن. بالاخره همه زندگی ها یک کم و زیادی هایی داره، ولی من باز به همش راضیم. من روزی که از مجاهدین جدا شدم
در حقیقت اینجوری نبوده که دنبال زندگی شخصی خودم فقط برم. همیشه ذهنم، نصف ذهنم واقعا دنبال بچه ها بوده. بچه هایی که خب ما میدونیم چه مدلی اونجا گرفتار شدن و خبر داریم که هیچ کدومشون خواسته خودشون نیست که اونجا بمونن. خب به همین دلیل ما همواره نصفی از زندگیمون دنبال این بودیم که بتونیم به اونا کمک بکنیم. کمک همون هم ارتباط با پارلمان ترا، با نماینده های مجلس اروپا، با شخصیت هایی که تاثیرگذار باشن با اینا بوده، در حقیقت به اینا واقعیت سازمان ما بشناسونیم. اینا یه چهره دارن ولی که چهره خوب و شاد و زیبایی رو به همه نشون میدن، ولی از درون منجلابن. و ماهایی که اونجا بودیم داخل اینا رو خبر داریم که چه خبره، میدونیم که از ظاهر اینا متنفریم. خب وقتی که مریم رجوی میاد سخنرانی میکنه، ما واقعا برای ما تهوع آوره. تمام صحبتهایی که میگه، تک تک کلماتش، یعنی ظرفیت میخواد که آدم حرفاشو بشنوه، چون میدونیم که همش دروغه. وقتی از زنا اسم میاره، ما حالمون به هم میخوره. هستن کسانی که تو همین اوورسورواستا، تو همین پاریس که تو فرانسه که مهد آزادیه، اینا 25 ساله از اوورسورواز بیرون نیومدن و فقط دارن آشپزی میکنن. این زنانی هستن که اینه. خب اون وقت چجوری ما تحمل اینو داشته باشیم که مریم رجوی که میاد بیرون لباسای قشنگ میپوشه و حرفای زیبا میزنه مثلا آدم تحمل کنه، وقتی که اون ور قضیه رو میدونیم. خب ما اتفاقا همینا رو به فرانسوی ها میگفتیم که شما که کشورتون مهد آزادیه، درون خودتون فرقه ای رو دارین که افرادش اون داخل 25 سال از این قلعه، از این جای کوچولو بیرون نیومدن و شما اون داخل رو خبر ندارین. درسته که برای خودم الان برنامه زندگی چیدم، یعنی خب دارم زندگی من میکنم، کار میکنم، یا به هر حال دنبال این هستم که بتونم درآمد خوبی داشته باشم از پس مسائل اقتصادی زندگیم بر بیام، ولی به عنوان یکی از برنامه های کاریم یا به عنوان یکی از چیزی که واقعا به من انگیزه میده و دوست دارم که اینو تو دستور کار خودم همیشه داشته باشم و ادامه بدم این موضوع رو، اینکه بتونم صدای اون دوستان باشم و بهشون کمک کنم که لااقل با واقعیت ها، با خود این اصلا مقوله رهبری مجاهدین و مسعود رجوی و خیانتی که مسعود رجوی کرده به تک اعضا، به کسایی مثل همسر خود من، یعنی کسی که خب به هر حال شاید خودش متوجه نباشه که چی بر سرش گذشته یا چه خیانتی بهش رجوی کرده، ولی این مسئولیت من و امثال منه، کسایی که مثل ماها که به هر حال از اون سازمان اومدن بیرون، و من خودم دوست دارم که اینو مثلا داشته باشم. الان خب به هر حال یه وبسایتی رو طراحی کردم و سعی میکنم صدای خودم و بقیه زنایی که دوست دارن صداشون به گوش مثلا این بچه ها برسه یا به گوش مردم برسه، مردم بدونن که بر ما چه گذشته.